خانوما، آقایون ما، سلام، وقتتون بخیر باشه. با یکی دیگه از برنامه خط قرمز در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو ارزونی این برنامه کردید. تو این چند روز گذشته تو دوباره اخبار و حواشی زیادی تو ورزش کشورمون داشتیم که مهمترین اون حمله عجیب غریب به قول تیفوسی های پرسپولیس سلطان علی پروین به آقای داورزنی معاون وزیر و آقای سلطانی فر خود وزیر محترم ورزش راجع به انتخاباتی که در مورد مدیر عامل های پرسپولیس و استقلال و حتی هیئت مدیره ها انجام دادن و تهدید کردن این بار دیگر نمیگذارند از قوطی اسمی در بیاد. و جالب این که در یه مورد هم در مصاحبه آقای پروین بود که آقای داورزنی بهتره که بره به مشکلات خانوادش برسه، ولی در یه عملیات خودجوش بعد از چند ساعت این قسمت از صحبتی که آقای پروین کرده بود از رسانه ها پاک شد. حالا دلیلش رو نمیدونم، حالا قبلش اشتباه بوده یا بعدش دیگه نمیدونم. از اون طرف هم لالوویچ دوباره فدراسیون کشتی ایران رو تهدید به حذف کرد به خاطر اینکه آقای نعمتی قبلا که تشریف برده بودن سوئیس با اون حواشی بسیار زیاد قول داده بودن به آقای لالوویچ که مشکل بدهی کشتی رو به اتحادیه جهانی به صورت اقساط حل میکنن که هر قسم مثل این که در حدود 20,000 دلار بوده که متاسفانه پرداخت نشده و این بار ایشون دوباره به شدت عصبانی شدن. از این طرف هم بازی خدافزی وید با تکرار بازی خدافزی وید چمسایی با قطر بنا به دلایل نامعلوم لغو شد. حالا اعلام کردن یه تیم دیگر رو در صددن که تدارک ببینن برای این بازی. در باشگاه پرسپولیس هم جونیور بازیکن برزیلی اتفاقا شماره 7 هم قراره بپوشه، تستای پزشکیش همش مورد قبول شده، امروز قراردادش رو بست. روز به چشمی هم مثل اینکه با استقلال تموم کرده. نورافکن هم از بلژیک برگشته به سپاهان زیر نظر ژنرال آبی پوشان که الان زرد میپوشه، امسال رو در لیگ برترمون خواهیم دید. مثل سونگون هم قهرمان مسابقات فوتسال جام باشگاه نشد. اکثر کارشناسا دلیل این عدم قهرمانی رو عنوان کردن که به هر حال حواشی فوتسال بوده اینا، ولی یه اظهار نظر عجیب آقای انصاری فر کرد که آقای ساکت پاش به توپ فوتسال نخورده. حالا نمیدونم آقای ساکت تو این چند روزه که شدن عضو کمیته فنی فوتسال چیکار میتونستن بکنن، حالا باید میرفتن بازی میکردن یا نه. به هر حال امروز هم اتفاقا این خبر خوش رو میدم که حسین آقای شمس مربی با احساس فوتسال کشورمون مهمون برنامه‌مون هست. ولی جالبه به هر حال همون صحبتایی که آقای شمس قبلا کرده بودن، فکر کنم که مشکلات فوتسال که خوره بیشتر از این موضوعه که حالا تو این یه هفته آقای ساکت اومده یا نیومده باید چیکار بکنیم. قطعا همه شما مثل من یک اسمو در رسانه‌های ورزشی خیلی بهش احترام میذارید و دوستش دارید، اون اسم عادل فردوسی پوره. من چه زمانی که بازی میکردم از طرفداران ایشون بودم، بعد از اونم که همیشه دوستشون داشتم. عادل فردوسی پوره یه اسم با افتخار و با احساس و با احترام در ورزش، رسانه و خصوصا فوتبال کشورمون هستش که اسمش همراه با پاکی و درستی هستش و عدالت. به هر حال بعد از بیش از حدود 2 دهه ایشون از رسانه ها رفتن، البته رفتن که از برنامه نود رفتن، اما اقسام اتفاق افتاده که به هر حال ما هممون ایرانیم دیگه، عادت داریم حواشی درست بکنیم. ولی به نظر شخصی من اینه که بودن عادل خان برای تلویزیون و برای فوتبال خیلی نعمت بود، ولی به هر حال ایشون هم مثل همه ماها، مثل همه رسانه‌ها و همه انسان‌ها مشکلاتی داشتن. و اینکه حالا بعد از اینکه عادل خان رفت یه مقدار حواشی به نظرم زیاد شد. نکته جالب این که حالا تو گزارشمون هم داریم، تو تصاویری که با مهمون عزیزی که امروز خواهیم داشت می‌بینیم که خیلی از حتی الان داریم می‌بینیم که رسانه‌ها و از اون طرف هنری‌ها خیلی حمایت کردن از عادل فردوسی پور. الان همراه هستیم با یک روزنامه‌نگار با احترام و اینکه از قدیمی های روزنامه های ورزشی ایران و اسم بزرگی که همراه با اسم پدرشون آقای ایرج خان زهرابی، مرحوم ایرج زهرابی که پدر فوتبال گیلان و رشت حساب میشن، آرتین خان زهرابی. آرتین خان سلام و عرض ادب. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان خوب برنامه شبکه امید ایران، در خدمتتون هستم.
ممنونم از وقتی که به ما دادید. میدونم ایران هم دیر وقته. آرتین خان، اتفاقاتی افتاد، عادل فردوسی پور برنامه 90 تعطیل شد و اینکه لیگ داره، اواخر لیگ پارسال بود که دیگه 90 روی آنتن نرفت، الان داره لیگ برترمون شروع میشه و اینکه 90 نداریم به دلیل اینکه عادل نداریم، باید چیکار بکنیم؟ سجاد خان، به هر حال هم اسم آقای عادل فردوسی پور منهای بزرگ بودنش شرایطی رو در بخش رسانی ایجاد میکنه که یه مقدار باید با تومنی بیشتر بهش نگاه بکنیم. اگر امروز درباره عادل فردوسی پور صحبت میکنیم، شاید به این دلیله که حالا میگیم که ایشون صداقت داشته، پاک بوده، همه اینا درست، اما وجود عادل فردوسی پور در بخش رسانه مرهون یک اتفاقه. یعنی منظورم از اتفاق اینه که سالهای سال طول کشی تا تلویزیون یک شخصی به نام فردوسی پور رو کشف بکنه و مردم با ویژگی های یک آدمی آشنا باشن که در فوتبال قرار نیست با کسی ببنده، قرار نیست با باشگاهی صحبت بکنه، قرار نیست لابی پشت پرده داشته باشه و ایشون یک مجریه، یک چهره رسانه‌ایه و قراره کارش تو برنامه 90 انجام بده و امروز ایشون نیست. برای من سخته، خیلی دشواره که جواب شما رو بدم که پس از عادل فردوسی پور قراره که در تلویزیون ایران چه اتفاقی رقم بخوره. ما تو این سالا گفتم بر اساس یک اتفاق فردوسی پور رو کشف کردیم و توی این 20 سالی که عادل در تلویزیون بود افراد دیگری هم اومدن و برنامه‌های مختلف ایجاد کردن. ما فقط 90 رو نداشتیم. شما اگر دقت بکنید در 20 سال گذشته شاید ده ها برنامه تلویزیونی و رادیویی پخش شده اما هیچ کدوم 90 نشدن. من امروز باید چه جوابی به شما بدم؟ خودم واقعا موندم. ما پس از 90 چندین برنامه که جانشین 90 شد که اسمش هست فوتبال برتر پخش شده. آیا اون کارکرد رو داشته؟ آیا اون تأثیرگذاری که در زمان برنامه 90 بوده و نورافکن‌ها به همه جای فوتبال روشن می‌شده، آیا امروز مشاهدش هستیم؟ خیلی اوضاع رو سخت می‌بینم. خب آرتین خان، با احترام به صحبت‌های شما، خب اینجوری نیمه پر لیوان دیدن که کاملا درسته، میگم عادل خان خیلی زحمت کشید. خب از این طرف هم شاید هم یه سری مشکلات بوده. من عرضم اینه که حالا عادل خان که رفته، این که حالا هر روز مراسم تولد و مراسم، حالا ایشون جای یه نفر اومده، نفر بعدی هم قراره جای ایشون بیاد، قرار نیستش که همیشه توی یه پست یا روی صندلی همه آدما باشن. حالا بنا به دلایلی، حالا شما الان خبر ورزشی تشریف دارید، مدیر بعدی خبر ورزشی میاد، ممکنه که قوانینش با مدیر قبلی فرق کنه، شما باید خودتون رو منطبق کنید با مدیر دیگه، درسته؟ من باید خودم رو منطبق بکنم، اما مدیر من قبل از اینکه منو کنار بذاره باید یه دونه مثل آرتین پیدا کرده باشه. آقا سجاد، درسته؟ من میگم که این چهره ساخته نشد در تلویزیون و امروز خب قراره الان میدون بدیم به افراد دیگری. خب اینا هستن، داریم میبینیم دیگه، الان برنامه‌شون هم پخش شده و هم قراره پخش بشه، باید تماشا کنیم چون هنوز پس از 90 من برنامه تاثیرگذاری ندیدم. اگه شما دیدین بگین، یا اگر قراره صبر بکنیم خب همه با هم صبر بکنیم ببینیم که چی میشه. من یک مثال خیلی خیلی کوتاه برای شما بزنم. در ایام جام ملت‌های آسیا اگر یادتون باشه، آقای فردوسی پور برنامه‌ای نداشت و شخصی که امروز قراره که به جای آقای فردوسی پور برنامه 90 رو اجرا بکنه که اسمش از فوتبال برتر، ایشون مجری اصلی بود و آقای خیابانی هم در یک شبکه دیگری داشت، شبکه ورزش فکر میکنم بود. اینها محور در واقع برنامه های جام ملت ها بودن، اینها داشتن برنامه جام ملت ها رو اجرا میکردن. در اون شرایط اینا اومدن سرمربی تیم ملی رو که آقای کیروش بوده مسلسل بار ازش انتقاد میکنن، یعنی در مقطعی که خود جام ملت ها بوده. خب آقای فردوسی پور که نبود، اینها قراره که بیان امروز برنامه ها رو اجرا بکنن، همین هایی که داریم در بارشون صحبت میکنیم و قراره که جانشین عادل بشن. من از شما سوال میکنم، ما آیا میتونیم به عنوان یک مجری حرفه‌ای، یک خبرنگار حرفه‌ای، تیم ملی کشورمونه تو جام ملت هاست، هر انتقادی هم به سرمربی وارده، بیایم حمله بکنیم تیم ملی کشورمون رو داغون بکنیم در زمانی که داره جام ملت‌ها برگزار میشه؟ ما یکی از شانس‌ها هستیم، میتونیم جزو 4 تیم باشیم.
اینا به نظر من چیزهایی که داریم نگاه میکنیم تو این سالا اتفاق افتاده تو این ماهای گذشته. الان عادل از ابتدای سال 98 نیست و افراد دیگری جاش اومدن. من از خود شما سوال میکنم اون تاثیرگذاری لازم رو دیدین شما؟ این ایراد کیه؟ من فکر میکنم ایراد مدیرانیه که باید وقتی که عادل فلوسی پور 20 سال برنامه اجرا میکرد در کنار چهرهای جدیدی هم کشف میکردن. من امروز میکروفون افتاده دست افرادی که میتونستن برن یه گزارش تمرین تهیه بکنن، میتونستن همراه تیم ملی باشن و یه گزارش میدانی تهیه بکنن. امروز منو میذارم خب مجری اول، من باید یه برنامه رو اداره بکنم، من هنوز نمیدونم با سرمربی تیم ملی باید چه رفتاری داشته باشم. اینها نگرانی ایجاد میکنه آقا سجاد، این چیزیه که من دارم درش میبینم. آرتین خان میگم ببخشید نظراتتون که کاملا درسته، ولی تو این اصلا دلیل بر تایید افراد دیگه نیست. اون حرکت که توی تیم ملی کشورمون، حالا سرمربی تیم ملی هر شخصی میخواد باشه، به قول فوتبالی ها یه چوب خشک، باید وظیفه مردم و رسانه هاست خصوصا در حین برگزاری یه تورنمنت مثل جام ملت‌ها ازش حمایت کنن. دیدیم که مثلا آقا خداداد عزیزی ممکنه که قبل یا بعد تورنمنت‌ها خودش منتقد تیم ملی بود، ولی توی تورنمنت خیلی حمایت میکرد و خیلی دیگه از فوتبالی‌ها. این اصلا بحثی نیست، اون حرکت که اصلا حرکت نسنجیده‌ای بود. ولی تو همین جام ملت‌ها هم داریم که به فرض امیر قلعه‌نویی تو پنالتی حذف میشه، اسم اونو حذف خفت‌بار می‌ذارن و همین چیزایی، ولی ما توی استرالیا حذف می‌شیم میگیم که تیم ملی حذف شد بدون باخت. خب مگه بدون باخت میشه تیم ملی حذف بشه؟ منظورم اینه که اگر بخوایم نکته سنجی بکنیم، نکته های زیادی هستش که در نقد همون برنامه 90 یا فوتبال برتر یا هر چیزی اسم ببریم، اما دقیقاً درسته. این 20 سال مدیران شبکه 3، حالا صدا و سیما یا هر جای دیگه در جا زدیم و هیچ نیمکت نشینی نداشتیم. برای عادل خان که رفت بگیم حالا بازیکن به قول معروف بازنشست شد، بازیکن جوون بره جاش، هیچ کس رو نداریم و این ضعفیه که تو رسانه‌مون هست و جای خالی عادل فلوسی پور کسی نیست پر بکنه. ولی باز هم عرض میکنم این به نظر من این دلیلی برای این نمیشه که نفر بعدی که داره میاد خیلی دیگه تحت فشار، حالا هر اسمی که میخواد باشه، چون همش کابوس اینو داره مینه وای الان دارم با اون مقایسه میشم، با نبوغ اون، با طرز حرف زدن اون، با محبوبیت اون. نظر من اینه، حالا نمیدونم شما تایید میکنید یا این که مخالفید. من موافقم با شما. به هر حال کسی که قرار که برنامه رو با در واقع عنوان فوتبال برتر به جای آقای فدوسی پور که برنامه‌اش اسمش بود 90 اجرا بکنه، به هر حال کار سختیه. همونجوری که امروز آقای مارک ویلموس اومده سرمربی تیم ملی ما شده و ایشون جانشین آقای کیروشه. اسم‌های بزرگ در واقع بازی‌های بزرگ رو به همراه دارن و اگر نفر بعدی که به جای آقای فدوسی پور داره برنامه اجرا میکنه فردی باشه که مثل خود عادل روز اول اومد و تلاش کرد که بشه این آدم همون انرژی و همون پتانسیل رو داشته باشه، قطعا باید از این فشار عبور بکنه. وظیفه من و شما نیست به نظر من آقا سجاد، خود اون مجری میتونه که در واقع با کارنامه ای که داره، با عملکردی که ارائه میده و به نظر من سعی بکنه که برنامه متفاوت تر، این که ما کپی پیست بکنیم از برنامه 90 که به نظر من خودکشیه، ایشون قطعا باید یک سبک جدیدی رو اجرا بکنه و میگم تخصص ایشون بیشتر در گزارش های میدانی بوده و کسی که با میکروفون میره در مثلا گوشه کنار زمین یه گزارش تهیه میکنه با فردی که میخواد که مهمون دعوت بکنه، میخواد یک فردی رو مثلا بیاره روی خط و با ایشون دیالوگ برقرار بکنه، بسیار با اون کاری که در بخش رسانه قبلا داشته متفاوته. و من فکر میکنم باید حتما ایده های خلاقانه داشته باشه که بتونه از اون مرزهای 90 عبور بکنه. اما یه نکته در مورد حرف شما، من حرف شما رو گرفتم آقا سجاد. ببینید آقای فردوسی پور قطعا مثل همه انسان ها ایراداتی داره و قطعا نکات مثبتی داره. حالا این رو به مردم واگذار بکنیم ببینیم که نظرشون چیه. نکته های مثبتش شاید بچربه، شاید نه، انتقاداتش باورجا بمونه به آقای فردوسی پور. ولی آقای فردوسی پور آقا سجاد مهمترین نکتهش این بود که با هیچ کس در فوتبال ایران نبست. شما یک بچه تازه کار رو میارید در یک روزنامه ورزشی و ایشون شاید مثلا فکر میکنه که مثلا یه تلفنی بزنه، یک جایی بره، توی یک جشنی حضور داشته باشه. ما هرگز هیچ وقت فردوسی پور رو در هیچ جشنی ندیدیم. ایشون چهره ارزنده‌ای توی این
مقوله بوده و از دست دادنش میخوام اینو به شما بگم، اهمیت این بحث ما اینه که از دست دادن فردوسی پور در دوران اوج پختگیش واقعا کار به نظر من عاقلانه ای نبود. نکته ای که الان هست، امروز شما بابت یک بحثی لطف کردید، محبت کردید، به بنده زنگ زدید. باعث افتخارم. چون میدونستید که تمنا میکنم، چون احساس کردید که شاید من سالها توی بخش رسانه کار کردم، اجازه دارم که در مورد این مقوله صحبت بکنم. ایراد آقای فردوسی پور در تمام سالهایی که برنامه 90 رو اجرا کرد این بود که متاسفانه ایشون زوم کرد روی یک سری کارشناسان تکراری، هرگز از دوستان رسانه‌ای خودش در هیچ بخشی استفاده نکرد و نمیگم استفاده بکنه یا مثلا بیاره اینا رو مهمان حضوری بکنه، حتی به عنوان مشورت. ببینید ایشون این ایرادا بهش وارده، دایره در واقع دوستان خودش رو در برنامه 90 بسیار محدود کرد. اینها ایراداتی بودش که به فردوسی پور وارد بود و این اواخر هم دیدیم که ریتم برنامه 90 جاه برنامه 90 کند شده بود، تکراری شده بود، وارد دایره مکررات شده بود. اما نفر بعدی که گویش، شما اگر دقت کرده باشید، گویش بسیار تندتری نسبت به فردوسی پور داره و در توپق زدن به نظر من بسیار اندکتر از خود عادله، ایشون باید یه برنامه، من فکر میکنم که اجرای برنامه 90 و تکرار سوژه‌های برنامه 90 کمکی به ایشون نمیکنه و این دایره فشاری که شما گفتین قطعا به ایشون افزوده میشه و بعید میدونم که مخاطبان بتونن که این برنامه رو بپسندن یا حتی حاضر باشن که در هفته های بعد، یعنی از هفته آینده که قراره که فوتبال برتر شروع بشه، در هفته های آینده هم بخوان برنامه رو دنبال بکنن. کار ایشون خیلی دشواره. آرتین خان دقیقا شما درست میگید. به عنوان سال آخر، این عرض آخر اینه که من فکر میکنم که حالا مخصوصا شما رسانه یا خصوصا امثال شما که تعدادشون خیلی اندک هستن، در اطلاع رسانی و در کمک کردن به این موضوع خیلی میتونید کمک کنید. در مورد مردم صحبت کردید، به هر حال عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، همون مردمی که امیر قلعه‌نویی با تیم ملی حذف شد، نمیدونم برانکو حذف شد، حتی از چهره شکست خورده داشتن، همون مردم یه جوری بهشون تلقین شد که کیروش حذف شده به عنوان قهرمان بهش نگاه کنن. حالا بحثی با این موضوع ندارم، ولی عرض کلی من اینه که این رفت و آمدها زیادم موضوع سیاسی نیستش. اینجا ورزش، من همیشه صحبتم اینه، تو ورزشی خورده هم سیاسیون زیاد نمیتونن ماندگار بشن، همین که ما عادت کردیم یه جورایی هر موضوعی رو بحث سیاسی میکنیم. حالا بعد از اینکه عادل خان رفت، بعضی از اساتید خصوصا سینما، حالا مثلا من سوالم از شما میتونه این باشه که چطور میشه که برنامه 7، ما شاید، من نمیدونم، در تاریخ برنامه 7 یا برنامه‌های سینمایی دیگه حتی یه دونه ورزشی هم نداشتیم، در حالی که در ورزشی ها، در خصوصا فوتبالی ها، افراد تحصیل کرده، تحصیلات عالیه که در خارج کشور داشتن شاید درصدش خیلی بیشتر است، با کمال احترام به هنری ها باشه، ولی هنری ها یه جوری احساس میکردن که حالا یه جوری شاید اهل تفکرتر از ورزشی هم، و هیچ وقت ورزشی دعوت نگه، ولی تو همین برنامه پرطرفدار 90 چندین و چند هنرمند دعوت شد، ولی هیچ وقت مثلا حسن آقای حبیبی یا خیلی از پیشکسوتان دعوت نشدن. اینا نکته هایی که اگر بهش ریز بشی میتونیم خیلی جواب سوال پیدا بکنیم و اینکه اصلا خیلی هم سوال درست بشه. درست آقا سجاد، اولا که سینما خب مقوله بسیار مهمیه و بسیار محترمه، هممون هم قطعا دوست داریم و خیلی از فیلم ها خاطره داریم، اما اگر بخوایم به واقعیت توجه ویژه داشته باشیم، سینما، حالا ممکنه که ما اگه درباره هالیوود بخوایم صحبت بکنیم بحث خیلی گسترده بشه، سینما در ایران اصلا از نظر ابعاد رسانه‌ای به گرد پای فوتبال نمیرسه و اینو خود سینمایی‌ها هم میدونن. ما محبوب‌ترین چهره سینماییمون اگر همین امروز بیاد تو خیابون و بخواد با عادل فردوسی پور راه بره، شک نداشته باشین که 200,000 تا امضا کمتر از اون باید به دیگران. و سینمایی‌ها اینو میدونن و از این شرایط در واقع اختلافی که بین آقای فردوسی پور و حالا مدیر شبکه 3 ایجاد شده، اونها هم یک منفعت اینستاگرامی بردن و
به هر حال بد نیست من احساس میکنم براشون. حالا علاوه بر اینکه نظرشون رو میگن، لطف دارن نسبت به عادل و عادل هم همیشه در جشنواره ها میرفت و فیلماشون رو تماشا میکرده، خب اینجا میتونن سوار یک موجی بشن. اونها نمیتونن به صورت تخصصی تو این زمینه ورود بکنن و همیشه شما درست گفتین، اولا که برنامه 7 20% مخاطبای برنامه 90 رو نداشت و طبیعیه که خب حالا شاید هم غیر طبیعی باشه که یک چهره فوتبالی رو اینا هرگز دعوت نکردن یا حتی یک مهمون تلفنی هم در موردش نداشتن. امروز من فکر میکنم اگر سینمایی دارن در این زمینه حرف میزنن، یک مقدار اینو رفتش بدیم به فضای مجازی امروز و محبوبیت بی اندازه عادل، فکر میکنم برای اونا هم بد نباشه. دقیقا، ممنونم از این موضع‌گیری شفافتون. به هر حال فوتبال یه نمیدونم رشته ورزشی اسمشو بزنم یا رشته سیاسی اجتماعی، به هر حال یه چیزی فراتر از یه بخش عمده از زندگی همه مردم دنیا از همه جای دنیا. ولی بعضی از دوستان حالا از رشته‌های دیگه هنری یا هر چیز دیگه‌ای همیشه راجع به فوتبال میگن خیلی فساد داره، خیلی مشکل داره اینا، ولی همش هم نظر میدم، گاهن هم میبینیم که نظر فنی میدن. آرتین خان خیلی ممنونم که وقت دادید به برنامه خودتون خط قرمز، باعث افتخار بود با شما هم صحبت شدیم. ولی سوال آخر من اینه که به هر حال اینه که هر مدیری که عوض میشه یه سری قوانین برای خودش داره، زیر مجموعه ها باید با مدیر هماهنگ بشه، این موضوع موضوع سیاسی نیست. درسته، به هر حال همینه. بله، سیاسی که اصلا نمیتونه باشه آقا سجاد، به خاطر اینکه ما اصلا در ورزش کاری به سیاست نداریم. دقیقا. ما هرگز توی فوتبال، یعنی حداقل ما رسانه‌ای ها که من 22 سال تقریبا دارم برای روزنامه‌های ورزش و سایت‌های مختلف می‌نویسم، ما رئیس جمهورهای مختلف دیدیم، نمایندگان مجلس مختلف دیدیم، هیچ وقت ما شرایط کاریمون اصلا با اونها هماهنگ نبوده، ما کار خودمونو کردیم. دقیقاً. اونها هم کار خودشونو کردن. قطعاً هم این مسئله به وضعیت آقای فردوسی پور یک شرایط رسانه‌ایه و یک اختلاف نظر به نظر من طبیعیه، بین خودشون هم یا حل میشه یا هرگز حل نمیشه. دقیقاً همینه. آرتین خان ممنون شما هم، به همه بچه‌های رسانه‌ای خصوصا برای بچه‌های خبر ورزشی سلام ما رو برسونید، ان شاءالله که تو فرصت‌های بعدی افتخار هم صحبتی با شما داشته باشم. بزرگی شما میرسونم و من خیلی خوشحال شدم که صدای من و شما برای هموطنانم در خارج از کشور پخش کردید. باعث افتخار من، مرسی. خب دیدیم و شنیدیم صحبت‌های آرتین زهرابی، یکی از روزنامه‌نگارای به نام کشورمون، فرزند ایرج خان زهرابی، یک اسم با احترام در فوتبال کشورمون. خب قضاوت در مورد صحبت‌های آقای زهرابی با خودتون، عرض من تو این برنامه اینه که فقط یه مقدار شفاف سازی بشه و اطلاع رسانی بشه، این که حالا این که چجوری شما قضاوت میکنید با خودتون. در خدمت آقای مجید خان سعیدی هستیم از رسانه‌های با سابقه و آقای موسوی زونوس همینطور از مربیان فوتبال، از روزنامه‌نگاران و این که حتی سابقه مدیریت هم در فوتبال و ورزش داشتن. آقا سلام و عرض ادب. آقای سعیدی سلام و عرض ادب. من سلام دارم خدمت شما، عرض ادب میکنم خدمتتون سلامت باشید. آقای سعیدی ما به علت زیغ وقت اون سپاسگزارم از وقتی که به برنامه ما دادید. امروز برنامه‌مون راجب رسانه است، به خصوص اینکه به هر حال من خدمت آقای زهرابی هم قبل از این عرض کردم، نیاز به گفتن من نیست، عادل فردوسی پور یه اسم با احترام و بزرگ توی ورزش و فوتبال کشورمونه که منشأ خدمات زیادی بوده، ولی به هر حال شرایطی پیش اومده که ایشون رفتن. به نظر شخصی من این موضوع که خیلی بهش پرداخته میشه، جشن تولد، نمیدونم یه تیم رسانه‌ای خیلی قوی توی فضای مجازی، این مقداری حتی خود عادل خانم احساس میکنم که شاید راضی نباشه به اینجور شرایط. در حد 3-4 دقیقه اگر محبت بکنید نظرتون راجع به این موضوعی که حالا 90 تمام شد، یه برنامه جدید میخواد بیاد با یه آدم جدید، اصلا این که حالا شرایط رو سخت بکنیم یا هر موضوع رو رب بدیم به موضوع سیاسی، حالا مثلا عرض کلی
فعلی من اینه اگر مثلا بخوایم مدیر ورزش مدیر شبکه 3 رو رب بدیم به نمیدونم اقوام یکی از مسئولین نظام، میتونیم خواهی فردوسی رو هم رب بدیم، حامیشون یه نفر دیگه بوده که خیلی نزدیک بوده. پس اینا اصلا دلیلی به این نیستش که حالا 90 تمام شده و عادل خان از 90 رفته و حالا شروع بکنیم به اینکه فضا رو یه جوری فضای تنش‌زای سیاسی بکنیم و یه شکلی درست بکنیم که مردم هم این چیزها رو گاهن خیلی زیاد دوست دارن، شایعه های زیادی. در خدمت شما هم در حد 3-4 دقیقه خدمت شماستم. در این زیغه بقیه این که من میخوام راجع به رسانه صحبت کنم، رسانه یک بحث مفصلی داره، در ابعاد گوناگون میشه تحلیل کرد. اما شما اشاره کردید به جناب عادل فردوسی پور. من در مورد عادل فردوسی پور از دو منظر به موضوع نگاه میکنم، یکی ویژگی شخصیتی آقای عادل خان هست و یکی عملکرد ایشون در حوزه رسانه. آقای عادل فردوسی پور به عنوان کسی که بهره تحصیل کرده دانشگاه شریفه در حوزه گرایش موسسه صنایع، اینکه خود ایشون بهره زبان تخصصی دارن تدریس میکنن در همین گروه صنایع، بهره اینها ویژگی شخصیتی ایشون هست و الانم دانشجوی دکترای ارتباطات هست. اینا پهنه مثبتی که عادل داره و زمانی هم که بیش از 2 دهه ایشون در عرصه رسانه قطعا داره خلاقیت نوآوری بوده که تونسته 2 دهه برنامهش رو در واقع ادامه بده و اداره بکنه برنامه رو که علاقمندان خاص خودش رو داشته باشه. طبعا زمانی که یک فعالیت و یک فرایند خیلی وسیعی دامنه گسترده پیدا میکنه، درصد خطاش هم طبیعتا بالا میره. من از این منظر نگاه میکنم که به هر حال افراد تقلید هم توی جریانی که به هر حال یه برنامه جریان ساز بوده در حوزه فوتبال و بعضا مسائل اجتماعی قطعا دچار اشتباهاتی هم شده که سعی میکردن که این اشتباهات رو در واقع اغماز بکنن در مجموعه مدیریت تلویزیون. و زمانی که عادل رو خود ایشون میاد میگه که من فرزند رسانه هستم، طبیعتا نشون میده که خودش دینی به این رسانه داره که تونسته این برنامه رو حمایتش بکنن ادامه بده. اما اینکه چرا میان کنارش میذارن، اینکه شما اشاره کردید که مدیر شبکه یا اینکه نوع ارتباطات یا تعاملات سیاسی عادل خان، من خیلی اینها رو بهش توجهی نمی کنم، چون میگم اینها نمیتونه دلیل باشه، چون هر کسی مدیر شبکه باشه استقبال میکنه از اینکه مخاطبان زیادی داشته باشه. حتی مدیر شبکه هر کسی که میخواد باشه، چه برنامه خوبی که مردم ازش استقبال میکنن نمیاد این برنامه رو حذف کنه. طبعا یک دستوراتی از یک مرجعی برایش مدیری که مدیر بالاتری داره، اون مدیران بالاتر قطعا دستگاه نظارتی، دستگاه امنیتی، به لحاظ افراط و تفریط که این برنامه در طول این 2 دهه داشته، اومده در واقع دستوراتی صادر کردن. حالا بحثی که مطرح میشه این که حالا توزه کیروش، توزه پسر عابدزاده که رفته در اونور بازی کرده به تیم ملی دعوت شد، هیچ اعتراضی مثلا برنامه 90 به این موضوع نکرد، یا موضوع انتقال نفت به عراق زمانی که دولت قبل مطرح شد در دولت نهم، مقاومتی که عادل برای تصمیم گیری های دولت میکرد، همه اینا مزید بر علت شد، جمع شد برای بعد از اینکه گزارش 90 مجلس اصل 90 گزارشی رو در واقع ارائه کرد به قوه قضاییه، طبعا دستگاه‌هایی که مسئول هستن نظارت میکنن بر صدا و سیما اینو به مدیریتش ابلاغ میکنن، قطعا به شخص آقای عادل خان هم ابلاغ کردن که شما میبینید عادل خان بعد از اینکه برنامه‌اش رو متوقف میکنن خودش هیچ واکنشی نشون نمیده، چون خودشون نسبت به اون خطاهایی که داشته توجیهش کردن. اینکه ما حالا بیایم رو بازتاب بکنیم، شروعش بکنیم، آقا چرا و قطعا دستگاه امنیتی و دستگاه نظارتی این مسببش بودن. این مدیر شبکه، هیچ مدیر شبکه، من و شما هم باشیم علاقه نداریم یه برنامه بر مخاطب رو بیایم تعطیل بکنیم که بدونی که بیشترین بیننده رو داره و میتونه یک درها جریان سازی تو حوزه جوانان بکنه، نشاط جامعه، افکار عمومی رو سمت خودش جلب بکنه، اما اون خطاها موجب میشه یه دستگاه بروت پیدا بکنن و این برنامه رو متوقف بکنن. اما اینکه عادل خان فردوسی پور یک پسر بسیار خلاق و نوآوره و من استفاده میکنم از این واژه، میگم عارف خان در حوزه رسانه و خصوصا در بخش ورزش، علارغم که خودش یک تقدر طرفدار فوتبال بوده و ورود پیدا کرده به فوتبال و خودش به عنوان کارشناس مطرح کرد، از نظر من یک مؤلفه. مؤلف از این معنی که شما ببینید در حوزه کارگردانی مثل افرادی مثل آقای حاتمی کیا، آدمی مثل آقای فرهادی، اینا میشن مؤلف، یعنی مهر میخوره در
کاری که ارائه میدن در حوزه سینما اینا میشن مؤلف. امروز ما مؤلفای در حوزه سینما نداریم، همونطور که در حوزه مجری ورزشی در بخش رسانه ملی ما کمتر مؤلفی داریم. تنها بازمانده شبنم شاهین جوادی خیابانی یک مؤلفه، خدا بیامرزه آقای شفیعی اینا رفتن، این آقای عادل خان باید در واقع افرادی رو هم تربیت میکرد مثل خودش که بتونن که بعد از خودش هم بتونن برنامه‌برها خود ایشون تو حوزه صنایع داره کار میکنه، حتی به موضوعات طراحی جانشینی اعتقاد داره. دقیقاً آقای سعیدی ببخشید من حرفتون رو قطع کنم، به هر حال اینا که قسمت هایی که وظیفه آقای فردوسی پور نبوده جانشین برای خودش درست کنه، وظیفه مدیران بوده. البته با کمال احترام به شما، من با نظر شما موافق نیستم، به نظر من این موضوعات هیچ ربطی به دستگاه امنیتی و نظارتی و سیاسی اینجا چیزا نداشته. یه هر مدیری که میاد یه سری قوانینی داره، همه زیر مجموعه باید به اون قوانین احترام بذارن. وقتی کسی احترام نذاره خب معلومه که تو اون چارت سازمانی مدیر جدید جا نمیگیره. حالا اون آدمه میخواد هر کسی، هر شخصی میخواد باشه باشه، به هر حال شبکه 3 و رسانه ملی بوده که عادل فردوسی پور کرده. عادل فردوسی پور اینجوری نبوده که عادل فردوسی پور صدا سیما کرده باشه. شما پای خط باشید آقای سعیدی، با آقای موسوی هم من از این نکته اشاره بکنم، چون جنابالی فرمودی توضیح مدار، حتی اقا بنده 30 سال مدیریت صنعتی کردم دیگه در سطح کلان کشور. ببینید در این شما نمیتونید رسانه ملی رو بیارید ساختار مدیریتیش و نظام سیستم های مدیریتیش رو مطابقت بدید با حوزه رسانه. رسانه خصوصا شبکه صدا و سیما مدیریتش با اون چیزی که الان شما فهم کرده در حوزه مدیریت فردی بیاد کسی همراهش نباشه کنار بذاره، این اصلا تلویزیون نداره. مجید خان اصلا اینجوری نیست، من عرض میکنم قصد اینو ندارم که برخلاف نظر شما نظر بدم. تو هر مجموعه هر مدیری که میاد تمام زیر مجموعه باید همراه ایشون باشه. آقای موسوی سلام و عرض ادب. سلام، وقتتون بخیر. منم عرض ادب و سلام دارم خدمت جناب عالی، همچنین مجید خان سعیدی از دوستان و همکاران قدیم و آرزوی توفیق دارم و عید سعیدی قدیر خم هم به دوستداران مولا علی تبریک عرض می‌کنم. سلامت باشیم، ما هم تبریک می‌گیم. آقای موسوی زیر وقت داریم، نظر شما چیه راجبه بحثی که امروز داریم راجبه برنامه 90 و پسا 90 و پسا عادل و این شرایطی که پیش اومده؟ حالا شرایط پیش اومده که عادل خان رفته، من عرض کلیم اینه که نگاهمون رو باید نگاه ورزشی بکنیم، این که هشتگ درست بکنیم، حالا میثاقی رو تحت فشار بذاریم یا نفر بعدی هر کسی میخواد باشه، فکر کنم یه خورده زیاد نه به صلاح ورزش کشورمونه نه به صلاح فوتبالمونه حتی رسانه باشه. در خدمت شما. بله، من اینو اینجوری باید تعبیر بکنم که بالاخره همه رسانه‌ها یک وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای دارن به جهت اینکه نسبت به مردم تعهد دارن. این موضوع مسئولیت اجتماعی ما رو سنگین میکنه. عادل فردوسی پورم مثل من و سایر همکاران ما یک رسانه ای هست و به جهت همین چون مردم به دنبال اطلاعات درست هستن و این وظیفه رسانه به عنوان پل ارتباطی اونها با دنیای اطلاعاته، اینه که ما باید اطلاعات درست به مردم بدیم. آقای عادل فردوسی پور به خاطر هوش و فراستی که داره در طول فعالیتی که داشت در برنامه 90 به عقیده من از ابهامات موجود جامعه به نحو مطلوبی استفاده کرده. ما اعتقاد داریم به خاطر مخفی کاری هایی که بعضی مسئولین حالا در حوزه ورزش و حوزه فوتبال رو دارم عرض می کنم، مخفی کاری هایی که داشتن منجر می شد که هواداران فوتبال، علاقمندان و حتی خود کارشناسان هم ناامید باشن در این جامعه ورزشی. به خاطر همین عادل اومد ضد اینا عمل میکرد و برنامه 90 با افشاگری ها و شفاف سازی هاش کاری میکرد که این ابهامات کمی برطرف میشد و همین موضوع باعث شد که محبوبیت و مقبولیت عادل در جامعه افزایش پیدا کرد نزد بینندگان. اما یک موضوع دیگه ای که بحث است، عادل خان فردوسی پور خب یک سری اشکالات عمده ای هم داشت. بحث اینه که در مورد مهمترین موضوعش من فقط اشاره بکنم چون وقتتون کمه، در بحث میدون دادن به کیروش بود در زمان تصدی دبیرکلی آقای دکتر اسدی در فدراسیون فوتبال. آقای کیروش هر موقع دلش میخواست توسط عادل فرا خونده میشد به تلویزیون و هرچی دوست داشت مخالفین خودش رو
مساق قرار میداد و بهشون حمله میکرد. اما آقای فردوسپور هیچ وقت اجازه نداد همین آدم ها بیان از خودشون دفاع بکنن، در حالی که خیلی دوست داشتن بیان مطرح بکنن. یه واقعیتی که در این مورد اختلاف آقای دکتر اثری هنوزم خیلی ها ابهام دارن نسبت به این قضیه، چون من نزدیکم به آقای دکتر اثری و اعتماد کامل دارم. تو بحث کیروش خیلی دامنه پیدا کرد. آقای دکتر اثری یک عقیده‌ای داشت، عقیدش این بود که آقای کیروش ما دانش فنی آقای موسوی عذرخواهی میکنم به علت ضیق وقت داری میخوام جنبندی بکنیم، ما حالا بحثمون آقای دکتر اسدی و کیروش نیست، بحثمون فقط عادل فردوسی بود، در حد 20 ثانیه جنبندی کنیم. مرسی. ببین عادل فردوسی بود دو تا شخصیت داشت، یه شخصیت پشتیم بیز برنامه 90 اش بود که همه رو توی محکمه بی‌رحمانه قرار میداد علیه یک عده خاص و حمایت قاطعانه از افراد همسو و همفکرش، هر کاری که دلش می‌خواست انجام میداد. اما بیرون از صدا و سیما تبدیل میشد به یک شخص ساده و صمیمی و بسیار خجالتی و آدم دوست داشتنی. ممنون شما آقای موسوی. آقای سعیدی در حد 20 ثانیه. خدمت شما، من عرض ادب میکنم خدمت جناب موسوی عزیز. عزیز بزرگ، خدمات ایشون، خدماتش هیچ موقع در حوزه های تیم های ورزشی که بودن یا مجموعه استقلال فراموش نشدنی. سلامت باشید. من فقط برای جنبندی عرض میکنم فرمایشات جناب موسوی به لحاظ شکلی در خصوص برنامه 90 کاملا پذیرفتنی است، اما آنچه که بنده عرض کردم در حد توانم از منظر رویکرد مدیریتی به لحاظ ماهوی خدمت شما عرض کردم، اینکه ما مدیران شبکه رو باعث و بانی حذف این برنامه بدونیم، من به هیچ عنوان دفاع نمی کنم از مدیران شبکه، اما اعتقادم این هستش که دستگاه نظارتی و خصوصا گزارش اصل 90 عامل، یعنی خود آقای عادل فردوسی بسته عملکردی که در طی دو دهه داشت و افراط تفریط که در برنامه داشت عامل حذف خودش شد. ممنونم آقای سعیدی. آقای موسوی ممنونم، آقای سعیدی ممنونم، امیدوارم در فواصل مختلف باز هم بتونیم افتخار داشته باشیم. مزاحم شما باشیم. خب دیدیم و شنیدیم صحبت‌های عزیزان رسانه‌ایمون رو در مورد برنامه 90 و به قول معروف آقای فردوسی پور. بازم عرض میکنم آقای فردوسی پور یک شخصیت قابل احترام و بزرگ در ورزش کشورمون در عرصه رسانه کشور بوده، ولی نگاه من از نظر یک فوتبالی اینه که به هر حال اینه که حالا یه بازی کنم چه میدونم حتی زیدان حتی رونالدو و اینا هم بعد از یه مدتی دورش تمام میشه و بازنشست میشه، حالا اینکه نفر جدید بیاد تحت فشار بذاریمش یا اون رفتن اونو بذاریم به حساب موضوعات سیاسی و همش این تاریخ و تو فرهنگ ما مثل اینکه این جا افتاده همش دنبال یه نفر سوم هستیم، واقعا اینجوری نیستش. ما حالا همراه شما هستیم، من ببخشید برنامه زنده است، اصولا تو برنامه زنده هم از این اتفاقا میفته که پخش زنده یه خورده مشکل داریم. میریم الان سراغ نادر خان فریاد شیران، یکی از مربیان با سابقه فوتبال کشورمون. آقای فریاد شیران سلام و عرض ادب، وقتتون بخیر باشه. زیغ وقت داریم آقای فریاد شیران، نمیدونم برنامه رو دیدید یا نه، برنامه امروزمون راجب رسانه است و اینکه به هر حال برنامه 90 دوران پسا 90 و عادل فردوسی پور به هر حال رفت. نظر شخصی من و بعضی از مهمانان رسانه‌ای قبل از شما این بودش که فکر می‌کنم نگاهمون نگاه سیاسی نباید بوده باشه، یه تغییر تحولات مدیریتی بود که بنا به صلاح دید مدیریت جدید شبکه 3 این اتفاق افتاد. میدونم که شما اگر بخوام راجب سوابق مدیریتیتون بگم خیلی طولانیه، در حد 2 دقیقه به ما افتخار بدید راجب نگاه شما از بعد مدیریتی به این تغییر و تحول به بررسی بکنیم. سپاسگزارم. به نام خدا، خدمت شما و همکاران محترمتون، همینطور مخاطبین عزیزتون عرض سلام و ادب دارم. بحث مدیریت در ورزش و به خصوص مقوله اون توی افرادی که توی رسانه کار میکنن و مرتبط با ورزش هستن یه پدیده در واقع جدیدی میتونه باشه، به خصوص با این امکانات و رسانه ها و همین ارتباط کلام. من در کرج، در محمدشهر و شما در اونور دنیا تو آمریکا رو به همین راحتی میتونیم ارتباط برقرار کنیم. دنیا ارتباطات در واقع مدیریت رو توی کار ورزشی هم این مقدار آسان تر کرده. من خودم چون 3 سال تجربه کار در وزارت ورزش دارم، توی قسمت مختلف مسئولیت داشتم، میدونم که همه ما قانون و مقرراتی رو بایستی
هممون رعایت بکنیم. اونم در واقع برمیگرده به نوع کاری که ما میکنیم. توی مجموعه مدیریتی صدا و سیما آقای عادل فردوسی فرام دقیقا یه مسئولیتی داشته، یه مدیر بالا دستی داشته و طبیعتا ایشون باستی تابع اون نظم و انضباط مقررات حاکم بر مجموعه صدا و سیما باشن. علاوه می که من عادل فردوسی رو شخصا دوست دارم، برنامه‌شون رو دوست داشتم، چون یقینا تاثیرگذار بوده تو برنامه‌های ورزشی بخصوص ورزش صدا و سیما، ولی در این حال انتقاداتی هم بهش وارد بود. یعنی ایشون مطلق نبوده که تمام برنامه‌هاش بتونه موضوع رضایت همه باشه. جان دوریایی میکرد بعضی موقع. یکی از بزرگترین اشتباهات آقای فردوسی به نظر من در روی که گفتم نوآوری خوبی داشت، برنامه‌های خوبی رو در واقع تدوین دید، زاویه‌های پنهان فساد فوتبال به نوعی دیگر از نگاه خودش در واقع عیان کرد که خیلی جالب و جالب میتونه جذاب‌تر بهتر بشه، به شرطی که عمیق‌تر به این موضوع می‌پرداخت. ولی یه جریان‌های خاصی رو هم ایشون پیگیری می‌کرد، از جمله مثلا فکر کنید از کیروش یه خط قرمزی برای آقای کیروش برای خودش کشیده بود که اصلا باید معقول انتقاد نمی‌شد. این یکی از ضعف‌های آقای فردوسی بود که توی این 8 سال ما ندیدیم در واقع از آقای کیروش یه انتقاد چالشی داشته باشه. 8 سال آقای کیروش در کشور ما حضور داره. نادر، خب من عذرخواهی میکنم به خاطر این کم بوده وقتمون رو میکنم و سر رفتون معذرت میخوام. ما الان بحثمون بحث کیروش نیست، بحث عادل فردوسی بود. من عرضم اینه که امیر قلعه‌نویی هم با تیم ملی حذف شد به عنوان یک شکست خورده حذف شد. محمد مایلیکان استعدادیابی کرد، گفتن نسل طلاییه، ولی مثلا همین مردمی که الان خیلی اینه که خیلی طرفدارای فردوسی پورن، کیروش با تیم ملی حذف شد گفتن حذف بدون باخت، استعدادیابی شد یه نسلی اومد تو فوتبال گفتن استعدادیابی عجیب غریب، زمان مایلی کوهن استعدادیابی به قول معروف نسل طلایی اسم گرفت، زمان امیر قلعه‌نویی شکست اسم گرفت، ولی الان میبینیم که این استعدادیابی شد. در حد یه دقیقه در خدمتتون. والا من این دیدگاه آقای فردوسی رو مطلقا قبول ندارم. ایشون جانبدارانه اصولا تو برنامه‌هاش نظراتش رو اعمال می‌کرد. در اینکه گفتم محبوبیت عامه داشت و در واقع از خود تلویزیون این محبوبیت رو به دست آورده بود و نوع جدیدی از برنامه رو تو این 20 سال ارائه داد. ولی ایشون دقیقا مثلا میگم راجع علی دایی هیچ موقع از علی دایی به جنبه چالشی قضیه نپرداخت. کیروش اصلا خیلی فراتر از آقای دایی، یعنی یه سوگوری به تمام معنا آقای کیروش بود، ولی مالیکان رو خیلی به راحتی زیر سوال ببره و بحثای مختلف هاشی درست کنه و اینا رو داشته. من برای همه دارم میگم قسمت هایی از در واقع ما هممون درصد هایی از خوبی و بدی داریم، هیچ کدوم مطلق نیستیم. ولی آقای فردوسی‌پور به خصوص افرادی که شما اسپوردی و آقای قلعه‌نویی رو اینا در حال که شنان اشکالات عمده دارن، ولی آقای فردوسی‌پور اینا رو بولد میکرد، چیت میکرد، بزرگ میکرد. ولی قضیه آقای کیروش مثلا میگو من تونستم فوتبال ایران رو تغییر بدم، راست میده. الان برای جام جهانی بعدی ما حداقل از بازیکنان توی که به اصطلاح مقدماتی تو جام جهانی شرکت کرده بودن 18 تاشون بالای 32 سال خواهند بود. دقیقا همین فهماشه شما درسته. نادر خان عذرخواهی میکنم، دیر وقت ایرانم بود، افتخار دارید وقت دارید به برنامه خودتون خط قرمز. تو فواصل بعدی دوباره این بحث رو ادامه خواهیم داد با شما. ممنونم و وقتی به ما دادید. من در خدمت هستم. براتون بهترین آرزو میکنم. آقای شمس سلام عرض ادب. سلام عرض کنم جناب امیدی. من اگر نادر خان فریاد شیرام صدای من میشه خدمت ایشون هم سلام دارم. سلامت باشی آقای شمس. در حد 30 ثانیه این برنامه ما امروز در مورد رسانه بود، یعنی قبل از این اسم حسین شمس میاد آدم درد دلش تازه میشه. در حد 30 ثانیه آقای انصاری فر گفته ساکت، پاش به توپ فوتسال نخورده، مثل سنگون هست شده. در حد 30 ثانیه جواب این صحبت رو میدید شما. عرض کنم خدمتتون که خب بایستی جواب فوتسالیا رو فوتسالیا بدن، فوتبالیا هم فوتبالیا. آقای انصاری فر خب میدونیم که فوتبالی هستن، ایشون اصلا
تو فوتسال محلی از اعراب ندارن، ولی من هیچ دفاعی از آقای ساکت ندارم. آقای ساکت هم مشکلات خاص خودش رو داره، فقط به همین بسنده میکنم که ایشون نبایستی راجع به فوتسال اظهار نظر بکنن. راجع به فوتسال باید وحید شمسایی، محمدرضای دریان و سایر فوتسالی ها اظهار نظر، ایشون راجع به فوتبال و پرسپولیس و مدیر عاملی راهن و اینا صحبت بکنن و راجع به فوتسال به اعتقاد من خود فوتسالی اظهار نظر کنم بهتر است. ممنون شما، هم عذرخواهی میکنم، ممنون که افتخار دارید تو خط برنامه خودتون خط قرمز اومدید، به علت ضیق وقت خداحافظی میکنم از شما. ممنونم از شما، از بچه اتاق فرمان تشکر میکنم، وقت دادید، یه مقدارم وقت زیادتر رفتیم. موضوع خودتون باشید، چهارشنبه تکرار این برنامه رو میریم، چون که برنامه داغی بود به نظرم که دوباره ببینید. جمعه با شما، این موضوع خودتون باشید، خدا نگهدارتون.